سرانجام کمیسیون شکایات انتخاباتی با گذاشتن شرایط فیصله نهایی خود را در پیوند به شکایت های استنافی اعلام کرد. رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در یک نشست خبری اعلام کرد که 10 در درصد از محلات رایدهی مربوط به 137,630 رای مشکوک که شامل 309 محل است به تفتش ویژه راجع می شود. طبق فیصله کمیسیون شکایات در صورتی که 65 درصد از این محلات رایدهی در نتیجه تفتش ویژه میاری چون داشتن معلومات بایومتریک ژورنال و برگه نتایج معتبر انتخابات را داشته باشد و تمام 137,630 محل رایدهی اعتبار داده می شود. اما در صورتی که از محلات تفتیش شده 35 درصد آن میارهای فوق را تکمیل نکرده باشد تمام محلات مربوط یک و سی و هفت هزار و به 137,630 به تفتیش ویژه با میارهای فوق می رود. در این صورت که تمام محلات 137,630 و و به تفتیش بروند و هر میزانی که میارها را تکمیل کرده باشد معتبر و هر میزانی که محلاتی که میارهای فوق را تکمیل نکرده باشند باطل می باشد. رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی درباره آرای غیر بایمدریک نیز گفت که از 2423 محل مورد مناقشه 298 محل آن با بازشماری مجدد می رود در صورتی که این محلات بتواند میارهای لازم را تکمیل کند معتبر و در غیر آن باطل اعلام می شود بخشی از آرای این محلات پیش از این نیز باطل تمام شده است تمام 298 محل به باشماری مجدد برود در صورتی که میارهای لازم باشماری ثبت تضیق بایومتریک کیار در میارات رای قابل اعتبار بر اساس طرز های هر دو کمیسیون انتخاباتی را تکمیل کرده باشند اعتبار داده می شود و به هر میزانی که میارهای لازم را نداشته باشد باطل می شود تفاوت آرای بالاتر از 6 میان رزل شید کاغذی و معلومات بایومتریک اگر چنانچه به امی دلیل از طرف کمیسون مستقل انتخابات یک بار با شماری نشده باشد و با شماری میره شماری از اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند که این تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی یک هفته زمان را برای نهایی شدن بررسی دقیق آرای اختلافی در بر میگیرد و تا یک هفته دیگر نتایج نهایی انتخابات مشخص خواهد شد دا غو شرایط موږ په دریو کټګورۍ باندې وزا کړی دي نو اوس به د انتخاباتو مستقیل کمیسن دغه تفتیش تر سره کوي او فیصلې مون هم اعلان مينو کمیسن چې مو مستقلن د انتخابات ماموریت داره چې فیصله یو به یو تطبیق کړي کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصله را برای تطبیقات به کمیسیون انتخابات فرستاده است پس از این مرحله کمیسیون انتخابات این فیصله ها را تطبیق می کند و به این ترتیب راه برای اعلان نتایج نهایی انوار خواهد شد